ایران را میخواهد متفاوت از بقیه باشد و نه موافق که مخالف جریان آب و جامعه بین الملل شنا کند. حاصل این رویکرد جدل و رویارویی 34 ساله با غرب، اغلب از دست دادن امتیازهای تجاری و مناقصه‌های انرژی و تحریم‌هایی بوده است که در نهایت بارش بر دوش مردم عادی است. در همین خصوص گفتگویی داریم با روزبه پارسی، تحلیلگر سیاسی. اما ابتدا گزارشی کوتاه ببینید. شاید بزرگترین وجه اشتراک و ضعف آخرین پادشاه و اولین رهبر روحانی ایران، آرمانگرایی مطلق آنان، البته هر کدام به شیوهی متفاوت برای ایران و ایرانیان بود. شاه میخواست با ملی‌گرایی، تجدد و همگرایی با غرب، ایران باستانی را تبدیل به قدرت مدرن جهانی کند و آیت الله خمینی تجدد ستیز میخواست با توسل به اسلام ناب، ایران مستقل از شرق و غرب را الگوی جهان کند. رویارویی ایران و غرب با انقلاب اسلامی و تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست انقلابیون آغاز، با حمله صدام حسین به خاک ایران و حمایت غرب از او تداوم و با بلند پروازی های هسته‌ای ایران به اوج خود رسید. در این بین نظام جمهوری اسلامی امروز ایران همواره نارسایی های اقتصادی، ناکامی های بین المللی و بلخص تحمیل شدن تحریم ها را با تئوری توطئه غرب توجیه می کند. اما غرب، خصوصا امریکا، عدم مقبولیت نظام جمهوری اسلامی در تعامل با جامعه جهانی را نتیجه کارنامه حقوق بشر حاکمان ایران در داخل کشور و دخالت های فرامرزی آنان می داند. وارد شدن باراک اوباما به کاخ سفید و سیاست‌های جدید آمریکا هرچند قابل قیاس با سیاست‌های جنگ طلبانه جورج بوش نبود، اما مشکل اساسی را حل نکرد و تهدیدها را از بین نبرد. اولین رئیس جمهوری رنگین پوست آمریکا باراک اوباما خطاب به رهبران ایران گفت: دستمان را به سویتان دراز می‌کنیم اگر مشت گره کرده تان را باز کنید. If you are willing to unclench your fist. اما وگرهای غرب و ایران و پیش شرط ها برای مذاکره 34 سال است که تکرار می شوند. واقعیت این است که ایران امروز برای توازن قوا در صحنه بین الملل بین لفاظی ها و عملگرایی می رقصد، اما هیچ کدام را به عنوان همپای ثابت رقص خود بر نمی گزیند. سوال این است تا کی و با چه هزینه ای؟ روزبه پارسی از استکهلم با ماست. 34 سال پس از انقلاب اسلامی ایران را چگونه تعریف می کنید؟ رادیکال مصلحت‌گرا، رادیکال مصلحت‌گرا یا چیزی دیگر؟ به نظرم یک کشور پس انقلابی است که با توجه به اینکه دیگر لفاظی‌هایش با سیاست‌هایش همخوانی ندارد، می‌کوشد رادیکالیسم و مصلحت‌اندیشی را به گونه‌ای با هم آشتی دهد. چرا ایران نه همراه با جریان جامعه بین المللی که برخلاف جریان آن شنا می کند؟ به نوعی مسئله به انقلاب باز می گردد که هدف اصلیش تلاش برای تغییر جهان در سمت و سوی بود که انقلابیون ایران آن را عادلانه تر می دانستند. از این منظر ایران کماکان سعی در ادامه این مسیر دارد. چه کسی بهای تحریم های غرب را می پردازد؟ مردم یا برنامه هسته ای ایران؟ در حال حاضر بیشتر تحریم هایی که اخیراً علیه ایران وضع شدند موجب رنج جامعه و اکثریت مردم می شود. حکومت کماکان اوضاع را تحت کنترل دارد، لااقل تاکنون از پس این کارها برآمده. آیا به نظر شما ایران و امریکا بالاخره یک روز مستقیماً با یکدیگر مذاکره خواهند کرد؟ مسئله اجتناب ناپذیری است، اما طرفی که ارادی سیاسی و شجاعت این کار را دارد نه تنها باید آن را با صدای بلند بیان کند، بلکه باید عملا هم کاری انجام دهد. با توجه به سناریویی که همکنون در خاورمیانه و جهان به طور کلی پیش می رود، در مورد ایران و غرب به نظر شما با یک بازی ژئوپلیتیک مواجهیم یا اینکه مسئله بر سر دموکراسی در ایران است؟ فکر میکنم که هر دوی این هاست. منظورم این است که عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر بسیار انتقاد برانگیز است و رفتار ایران در خاورمیانه رفتاری چندان سازنده نیست. اما بدون تردید پای مسائل ژئوپلیتیک هم در میان است. تا حدی قسمتی از این مشکلات مسائلی است که فارغ از آن که چه کسی در ایران حکومت میکند محل نزاع دارد. و سرنوشت جنبش سبز چه خواهد شد؟ برای اینکه چیزی را جنبش بنامیم باید کمی پایدارتر باشد. باید دید. منظورم این است که نارضایتی بی تردید وجود دارد. اینکه این نارضایتی چه شکلی به خود گیرد یا اینکه در شکل یک جنبش واقعی تجلی یابد موضوع دیگر است. روزبه، تصمیم گیرنده نهایی در ایران کیست؟ تصمیم گیرنده نهایی و البته نه تنها تصمیم گیرنده، رهبر ایران علی خامنه ای است.
اما سیاست در ایران پیچیده تر است. لایه‌ها و گروه‌های متفاوتی از تصمیم گیرندگان را در ایران داریم. اینطور نیست؟ دقیقاً سیاست ایران شامل حلقه‌ها و شبکه‌های متفاوتی از قدرت است که در نهادهای نظامی، سیاست و تجارت جریان دارد. به همین دلیل است که گفتم وی تصمیم گیرنده نهایی است، اما تنها تصمیم گیرنده نیست. اما رهبر باید نهادها و شبکه‌های مختلف را پیش از اتخاذ تصمیم نهایی هماهنگ کند تا این تصمیم مورد حمایت آنها قرار بگیرد. در این رویارویی ها چه کسی بیشتر بازنده است، ایران یا غرب؟ وقتی بحث ژئوپلیتیک و قدرت مطرح می شود، ایران بازنده اصلی است. ممکن است آمریکا ایران را به عنوان یک چالش در منطقه در نظر بگیرد، اما ایالات متحده لقمه‌های چرب‌تر از ایران در خاورمیانه دارد. با این حال این بدان معنا نیست که سیاست‌های غرب در قبال ایران نیز بی هزینه است. برنده نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران که خواهد بود؟ تنها حکمی که میتوان داد این است که تمام انتخابات ریاست جمهوری 20 سال گذشته ایران ما را شگفت زده کرده. انتخابات امسال هم خالی از شگفتی نخواهد بود. ایران را در 4 سال آینده و با رئیس جمهوری بعدی چگونه میبینید؟ دو سال آینده بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. قبل از هر چیز مسئله مدیریت مطرح است. کشور بسیار ضعیف اداره شده. مسئله فقدان اعتماد اجتماعی هم در میان است. قطعاً مسئله حیاتی سیاست اقتصادی و شرایط اقتصادی است. اقتصادی که بسیار بسیار ناکارآمد است. پایان مناقشه ایران و غرب را چگونه می‌بینید؟ تفاهم، آشتی یا جنگ؟ می‌توان به رسیدن به مصالحه امیدوار بود. فکر می‌کنم هر دو طرف هم احتمالاً خواستار همین نتیجه هستند. مسئله اینجاست که آنها چگونه قادر به انجام این کار خواهند بود در حالی که علیه یکدیگر اقداماتی کردند. Thank you very much for joining us. Thank you.